به نام خداوند بخشنده مهربان. مراحل و ویژگی های شخصیت سازی در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بتردید در رفتار و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم سرمشق نیکوی برایتان است، برای هر کس که به الله و روز آخرت امید دارد و الله جل جلاله را بسیار یاد میکند. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بهمتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر اساس پیام والایی که اسلام به آن دعوت کرده بود، مشتاق ساختن شخصیت بود که مردم را بسازد و مردم را آشتی کند و فساد را از میانشان دور کند، چنانچه که الله متعال می فرماید: هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. او شما را از زمین پدید آورد و آبادانی آن را به شما واگذاشت، پس از او امرایش بطلبید، سپس به او باز می گردید و توبه کنید. بتردید پروردگارم نزدیک و اجابت گر هست. هر کس در سنت شریف پیامبر تدبر کند، متوجه می شود که مراحل ساختن شخصیت عادی را بیان می کند و اولین مرحله از این مراحل عبارت از ایجاد اعتقاد و ایمان راسخ، ایمان به خداوند جل جلاله آرامش و صفا را در شخصیت ایجاد می کند و انسان را در همنشینی و حفظ الله متعال قرار می دهد. حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه می فرماید: ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم و جوان بودیم و به سن بلوغ نزدیک بودیم، پس ایمان را پیش آن حضرت صلی الله علیه و سلم قبل از قرآن آموختیم و بعدا قرآن را آموختیم و ایمان ما را تقویت نمود. و از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمود: روز پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودم و به من فرمود: ای پسر من، به شما کلمات را می آموزم، خدا را به یاد داشته باش، او شما را حفظ می کند، خدا را به یاد داشته باش و او را روبروی خود در می یابید. اگر خواستید از خدا بخواهید و اگر یاری می جوید از خدا کمک بگیرید و بدانید که اگر امت جمع شوند چیزی به تو سود نمی رسانند جز چیزی که خدا برایت نوشته باشد، و اگر جمع شوند تا با چیزی به تو آسیب برسانند به تو زیان نخواهند رساند مگر با چیزی که خداوند برایت نوشته است. قلم ها برداشته شد و صفحات خوش شدند و از کودکی تا جوانی، چنانچه که پیامبر گرامی من می فرماید: در روزی که سایه جز سایه او نیست، هفت نفر در سایه خداوند متعال قرار می گیرند. یکی آن امام عادل است و دوم جوانی است که در عبادت خدا جل جلاله مصروف باشد، و مردی که دلش وابسته به مساجد است، و دو نفری که یکدیگر را به رضای خدا دوست دارند و از هم جدا می شوند، و دیگر هم مردی است که زنی که دارای زیبایی او نسب است صدا می زند و می گوید: من از خدا می ترسم و از کسی که صدقه می دهد و آن را پنهان می دارد، به طوری که دست نمی داند دست چپش نمی داند دست راستش چی می دهد. و مرد در خلوت خدا را یاد کرد و چشمانش از عشق پر شد. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم شخصیت خود را بر اساس تعادل بین نیازهای روح و جسم بنا کرد. بنابراین هیچ وسوسه‌ای از یک جهت بودن جنبه دیگر وجود ندارد، چنانچه که الله متعال می فرماید:
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وبانشي الله بتو بخشداس صواب سرعي آخرت راغب جوي ودرعين حال بهرات را از زندگی دنیا نیز فراموش نکن و چنانچه که الله به تو نیکی کرده است تو نیز با بندگانش نیکی کن. این همان اعتدال است که دین مبارک ما را به آن هدایت کرده است، چنانچه که باز الله متعال می فرماید و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. همان گونه که قبله پسندیده برای شما برگزیدیم شما را نیز امتی میانه رو و اهل اعتدال قرار دادیم تا روز قیامت به مردم گواه باشید. و مؤمنان کسانی هستند که چون انفاق می نمایند نه زیاده روی می کنند و نه سخت گیری و بین این دو حالت راه اعتدال پیش می گیرند. ای فرزندان آدم، هنگام رفتن به مسجد و در هر نماز زینت خود را برگیرید و عورتهایتان را بپوشانید و لباس شایسته بپوشید و در زندگی از خوراکیهای پاکیزه بخورید و بیا شمید و اسراف نکنید که بی تردید الله جل جلاله اسرافکاران را دوست ندارد. و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه فرمود روزه بگیر و افطار کن و برخیز و بخواب که بدنت بر تو حق دارد و چشمانت بر تو حق دارد و همسرت بالای تو حق دارد. یکی از مهمترین ویژگی های شخصیت سازی پابندی ها به ارزش های والا و اخلاق والا هست، چنانچه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید کامل ترین مؤمنان در ایمان کسانی هستند که نیکوترین اخلاق را دارند. و باز جناب آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید هر جا هستی از خدا بترس، بدی ها را به خوبی ها دنبال کن و محو کن و مردمان را به حسن خلق پیدا کن و با این شخصیت های عادی جامعه خوب و منسجم شکل می گیرد که محبت و همکاری در بین فرزندان خود گسترش می دهد. چنانچه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید مثال مؤمنان در محبت و رحمت و محبتشان مانند بدن است که اگر یکی از اعضا از آن شکایت کند بقیه بدن با خوابی و تب آن پاسخ می دهد. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از کودکی به تلقین اخلاق و آداب و ارزش ها در روح و روان علاقه داشت. حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله عنه می گوید من پسری بودم در امان رسول الله صلی الله علیه و سلم و دستانم در میان بشقاب یعنی در دو طرف کاسه حرکت می کرد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای پسر به نام خدا شروع کن و با دست راست بخور و هر چی در کاسه است از آن بخور. ستایش مخصوص ذات خدا است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. از مهمترین ویژگی های شخصیت سازی نیز می توانند به مسئولیت پذیری، مثبت اندیشی و اشتیاق به کار و حتی تسلط بر آن اشاره کرد. پیامبر گرامی ایمان می فرماید مواظب باش که چه چیزی سودی به تو می رساند و از خدا یاری جویی اگر نمی خواهی کسی تو را شکست دهد. چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردی که از او در مورد مال می پرسید چنان فرمود برو قدری هیزم بفروش و تا 15 روز خود را به من نشان ندی. چنین کرد و آمد و 10 درهم آورد و مقداری از آنها لباس و مقداری غذا خرید. رسول خدا فرمود این برای شما بهتر از این است که در قیامت این موضوع به شکل تمسخر بر چهره شما بیاید، بلکه شوق مثبت اندیشی به حدی رسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر قیامت فرا رسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد و اگر بتواند بکارد و او صلی الله علیه و سلم می فرماید خداوند دوست دارد اگر یکی از شما می خواهد کاری را انجام دهد پس آن را به خوبی و درستی انجام دهد. خداوند تو کشور ایمان مصر و سایر کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.